Hi everyone, how are you doing today? Welcome back to another session of English class with Bumbo Languages. سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه و به کلاس دیگری از مجموع موضوعش های زبان انگلیسی با Bumbo Languages خوش اومدید. و امروز میخواییم در مورد Future Perfect صحبت کنیم. اما همینجا ازتون میخوام، اگر درس جلسه قبل رو یعنی Future Progressive رو ندیدید، همین الان برگردید به عقب یک جلسه قبل رو ببینید کامل و بعد بیاید درس این جلسه رو ببینید چون کاملا به هم پیوسته هستن و میتونید مقایسه کنید و تفاوتش رو ببینید و یاد بگیرید و خواهش دیگه ای که ازتون دارم اگر هنوز ما رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید به دوستاتون معرفی کنید و زنگوله رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما باخبر بشید So let's get started future perfect perfect یعنی کامل آینده کامل سه تا مثال براتون نوشتم که دوتای اول رو در جلسه قبل هم داشتیم و اینجا برای مقایسه با زمانی که امروز میخوایم بخونیم هر سه تا رو مجددا براتون نوشتم Look at the first picture People are standing in line So we say These people are standing in line to get into the movie theater It's now. Look at the next picture. Everyone is in the movie theater now. It is full. So I say, half an hour from now, the movie theater will be full. Everyone will be watching the movie. And he as I do سینما پر خواهد بود The movie theater will be full Everyone will be watching the movie و همه در حال تماشای فیلم خواهند بود پس این اتفاقی که نیم ساعت دیگه در حال رخ دادن هست دیگه همه وارد شدن نشستن فیلم هم شروع شده The third example Three hours from now Three hours from now The movie theater will be empty Look at here There is no one here So the movie theater will be empty. The movie will have finished. Everyone will have gone home. خب. سه ساعت دیگه از الان. یعنی از این لحظه سه ساعت بعد و من دارم میگم. سه ساعت دیگه سینما خالیه. فیلم تموم شده و همه رفتن خونهشون. در زبان فارسی ما میگیم فیلم تمام شده همه رفتن ولی این گذشته نیست چون داریم میگیم از الان سه ساعت بعد در واقع این زمان یعنی فیوچر پرفکت مثل این هست که ما داریم خودمون رو پراجکت میکنیم خودمون رو در واقع میبینیم در آینده و از آینده یه زمانی رو که نسبت به الان بدتر اتفاق افتاده رو داریم دربارهش صحبت میکنیم ها؟ ما در زمان حال ایستادیم الان از زمان حال میریم سه ساعت دیگه و اون وقت تو سینما رو نگاه میکنیم میبینیم سه ساعت بعد دیگه فیلمی در کار نیست تموم شده هم هم رفتن سینما هم خالی شد خب برای بیان این جور چیزا از پر... از perfect استفاده میکنیم و اما چطور فیوچر پرفکت رو بسازیم بریم با هم ساختار رو ببینیم خب برای ساختن فیوچر perfect همونطور که میدونید برای ساختن آینده ما از will استفاده میکنیم و هر زمانی که پرفکت تنس داشتیم چه کار میکردیم؟ شکلی از فعل have رو به کار میبردیم و قطعا یادتون هست که بعد از will فعل به شکل ساده میاد پس همون have رو داریم در واقع در future perfect بخش ثابت فعلمون will have هست و بعد از will have فعل اصلی رو به شکل past participle یعنی قسمت سوم فعل میاریم پس این شد ساختارمون will plus have plus past participle که این will have برای تمام فایل ها ثابت هست خب بریم مثال ها رو ببینیم In the statement we have She will have gone to work by 9 o'clock خب جمله خبری She will have gone by 9 o'clock معمولا در زمان future perfect ما در واقع داریم میگیم که در آینده قبل از یک زمان خاصی کاری انجام شده است و کامل شده است. پس برای همین by 9 o'clock یعنی وقتی که ساعت 9 بشه یعنی تا ساعت 9 برسه منظورمون قبلشه دیگه. before 9 o'clock we mean. او سر کار رفته. او به محل کارش رفته است قبل از ساعت 9. So if you call her at 9 o'clock she won't be home. خب. پس قبل از یک زمان مشخصی در آینده کاری انجام شده است و کامل شده است خب برای منفی کردن باز هم فعل ویل رو داریم شکل منفی ویل رو استفاده میکنیم که ویل نات هست یا مخففش به شکل won't they won't have arrived before 9 o'clock یعنی اونا قبل از ساعت نه نرسیدند اگر که حالا اینجوری بخوایم فکر کنیم نرسیدن گذشته میشه ولی چون داریم میگیم قبل از ساعت نه پس منظورمون قطعا آینده هست یه زمانهایی رو شاید ما نتونیم دقیقا اون چیزی که تو زبان خودمون میگیم بخوایم ترجمه تحت اللفظی یا لغت به لغت بکنیم برای همین خیلی جا هست که میگن سعی نکنید هر واژه رو ترجمه کنید باید ما مفهوم رو و زمان رو مطابقت بدیم با اون چیزی که در زبان خودمون استفاده میکنیم پس آنها قبل از ساعت نه نرسیده اند. در واقع نخواهند رسید یا نرس... نباید رسیده باشند یا همچین چیزی مثلا میتونیم بگیم خب برای yes no question or simple question باز will داریم will رو میبریم اول جمله بقیه جمله سر جاش میمونه will the film have started by the time we get there یعنی آیا وقتی ما میرسیم فیلم شروع شده که نمیگیم شروع شده خواهد بود که ها وقتی ما برسیم یعنی فیلم شروع شده آیا فیلم شروع شده قبل از رسیدن ما در واقع که حالا یه جوابش yes هست yes it will or no it won't و برای WH question طبق معمول ما اول yes no question رو میسازیم یعنی will رو میاریم اول جمله و در ابتدای جمله چه کار میکنیم کلمه پرسشیمون رو استفاده میکنیم where will they have been by march خب ماه مارچ مارس هنوز نرسیده پس میگیم که اونا ماه مارس کجا خواهند بود نمیدونیم منظورم اینه که قبل از اینکه ماه مارس برسه میدونیم میخوان برن یا جایی ولی نمیدونیم کجا خواهند بود شاید هم مثلا برامون سوال باشه شاید همینجا باشن شاید سفر باشن یا شاید در حالا رتبه و پست خیلی عالی باشن منظورم اون از این کجا خواهند بود و حالا باز میتونه چیزای مختلف باشه so where will they have been با مارچ همونطور که میبینید تو تمام این جملات چه سوالی منفی جمله خبری یک ساعت مشخص داریم و منظورمون از بکار بردن این تنس یا این زمان این هست که قبل از این ساعت مشخص کاری در آینده انجام شده یا نه انجام خواهد شد یا نه و به همین ترتیب بقیه جمله We'll have done versus other perfect forms خب میخوایم will have done یعنی future perfect رو بیایم با دو تا perfect tense دیگه که داشتیم یعنی present perfect و past perfect یه مقایسه کوچولو بکنیم ببینیم چه فرق با هم دارن به مثال اول توجه کنید Ted and Amy have been married for 20 years یعنی Ted و Mary 20 ساله که ازدواج کردن یعنی 20 سال پیش ازدواج کردن و همچنان هم مزدوج باقی ماندن به شکر, شکر خدا میگیم ها پس این پرزنت پرفکت هست یادتونه که کاری که در گذشته شروع شده و همچنان باقی مونده یا انجام شده اثر و نتیجهش باقی مونده اگر ندیدید برگردید پرفکت پرزنت پرفکت رو ببینید و پرفکت های قبلی رو حتما ببینید خب بعدی پست پرفکت هست یک کمی فکر کنید تعریف پست پرفکت یادتون بیاد چه زمانی از پست پرفکت استفاده میکردیم درسته دو تا کاری که در گذشته انجام شده بودن اون کاری که اول اتفاق افتاده بود یعنی قبل از یه کار دیگه انجام شده بود رو از past پرفکت استفاده می کردیم حالا مثال ببینید when their son was born they had been married for three years خب when they uh, when their son was born وقتی پسرشون به دنیا اومد به دنیا اومدن پسرشون خودش قبل هست گذشته است حالا پارسال بوده ده سال پیش بوده هر که بوده زمان گذشته است زمانی که پسرشون به دنیا اومد they had been married for three years اونا سه سال بود که ازدواج کرده بودن یعنی سه سال قبل اینکه بچهشون به دنیا بیاد ازدواج کرده بودن و بعد از سه سال بچه دار شدن هر دوی این اتفاق ها در گذشته بوده این میشه past perfect و اما future perfect next year Next year هنوز نیومده آینده از سال دیگه They will have been married for 20 years خب اینجا گفتیم که Ted and Amy have been married for 20 years الان امسال اونا 20 ساله که ازدواج کردن دیگه از 20 سال پیش تا الان ازدواج کردن و همچنان این عشق جاویدانشون ادامه داره ها؟ حالا سال دیگه اگر همچنان ادامه داشته باشه این ازدواج اتفاقی نیفته میشه 21 سال دیگه پس میگیم که سال بعد اونا 21 ساله که ازدواج کردن یعنی این رو داریم در واقع آینده رو پیش بینی میکنیم و این میشه فیوچر پرفکت خب میبینیم که در هر سه فعل ما have بین در واقع فعل have رو داریم و پست پارتیسیپل رو حالا اینجا به اقتضای جمله ما بین داشتیم have بین داشتیم هاد بین داشتیم برای گذشته و ویل have بین داریم برای فیوچر خب چند تا مثال دیگه برای future perfect داریم که ببینیم با هم I will have been here for six months on June 23rd خب. یعنی 23 جون که بشه هنوز نشده 23 جون که بشه من 6 ماهه که اینجام I will have been here for six months for six months یه yes, اینجا on June 23rd خب مثال بعدی By the time you read this, I will have left چه جمله همین دیشب توی فیلم این جمله رو دیدم معمولا تو فیلم ها میبینیم حتما دیدین که یه نامه می که بعد از این که مثلا چه میدونم بعد از اینکه فوت کردن یا رفتن این نامه به دست یکی میرسه و توش گفتن زمانی که این نامه رو میخونی من دیگه رفتم من دیگه پیشت نیستم این همون جمله است by the time you read this یعنی وقتی که اینو می‌خونی، I will have left من رفتم مثال بعد You will have finished your report by this time next week هفته دیگه این موقع تو گزارشتو تموم کردی داریم دلداری بهش میدیم ناراحت نباش خسته نخور الان تو فشاری ولی هفته دیگه این موقع دیگه تموم شده باز هم داریم در آینده تصور میکنیم که تا یک زمان خاصی در آینده کاری انجام شده و تمام شده و راحت شدیم دیگه و مثال آخر Will you have eaten when I pick you up؟ Will you have eaten when I pick you up؟ خب میخوای برید دنبال دوستتون میخوای ببینید زمانی که شما برش میدارید سوارش میکنید غذا خورده یا نه قرار بعدش من برید رستوران یا نه برید به کارتون برسید پس میپرسید Will you have eaten when I pick you up؟ وقتی من برد دارم غذا خوردی یعنی منظورتون اینه که قبل از رسیدن من قبل از زمانی که من سوارت کنم غذا تو خوردی یا نه این هم از future درس آینده کامل فیوچر perfect هم تموم شد دیگه الان میتونید ادعا کنید که تمام زمانهای آینده رو خوب و عالی بلد هستید. اگر که قبلی رو یادتون رفته باز هم تاکید میکنم برگردید نگاه کنید ساختارها رو یادداشت کنید و با هم مقایسه کنید تا بدونید که در کجا از کدوم ساختار باید به درستی استفاده کنید Till next session, take good care of you and goodbye.